چهارمین دوره مسابقات رقص از شبکه شما تیوی پرشیا. سری چهارم مسابقات رقص مثل دفعات قبل پر از اتفاقات جالب و مهیج بود که متاسفانه قادر به پخش تمامی اونها نبودیم، اما سعی میکنیم که در این برنامه قسمت‌های کوتاهی از اونها را براتون به نمایش بذاریم. در اینجا با هم مرور میکنیم به این دوره از مسابقات رقص از روز اول تا کنون. بینندگان و هموطنان عزیز، به چهارمین دوره مسابقات رقص از شبکه خودتون تیوی پرژا خیلی خوش اومدید. برنامه دنس، مسابقه‌ای که از بزرگ و کوچیک طرفدار داره، و اما امسال برنامه جنجالی‌تر، پربیننده‌تر، زیباتر و متفاوت‌تر از هر سال خواهید دید. امروز هموطنان عزیزمون از نقاط مختلف دنیا دور هم. اما چهارمین دوره مسابقات رقص در بخش مقدماتی در کشور ترکیه، شهر آنتالیا، در هتل مردان پالاس، یکی از زیباترین و بهترین هتل‌های ترکیه شروع شد. امروز دوره مقدماتی مسابقه دنس رو در زیباترین و بهترین هتل ترکیه، مردان پالاس، برگزار خواهیم کرد. بالاخره این برنامه تو دل مردم جا افتاد و ما سال اول یه خورده با تردید نگاهش میکردیم، سال دوم خیلی بهتر شد، همه جدی گرفتن برنامه رو. من که به نوبه خودم خیلی هیجان زدم که ببینم شرکت کننده های امسال کیا هستن. خیلی خوش اومدید به مسابقه امسال تنوع سنی بیشتر رو توی شرکت کنندگان میشد دید و از همه سنین در این رقابت حضور داشتن.
بخش دوم از دوره مقدماتی در کشور هلند شهر دنهاگ برگزار شد. شرکت کنندگان از کشورهای مختلفی مثل بلژیک، فرانسه، آلمان و شهرهای مختلف هلند خودشون رو برای شرکت در این دوره مقدماتی به شهر دنهاگ هلند رسونده بودند. برو. من خیلی خوب بود و خوردیم، ولی من نمیدونم دور میرم یا دور نمیرم. این بود من رقصیدم، آقای خوردادیان هم گفت بد نبود دیگه، امیدوارم به مرحله بعدی را بیارم. من رقصیدم، خیلی عالی بود، خودم خیلی راضی بودم، آقای خوردادیان هم راضی بود. بکنم هیچ رقیبی نداشتم. نه من اول میشم. من رفتم مسابقه برای همین رخت و همین من قبول میشم. خودم عالی دیدم، پرفکت. ایشالا به من حالا میرسم. تو رقیبام احساس میکنم اون خانمی که ایرانی رقصیده شاید رقیبم بشه و اون خانمی که خارجی رقصید. خیلی پوزیتیف بودن در مورد رقص من. من نرسیدم به رقص، اینجا رسیدم دیگه. خوشتون اومد مریم ادلایا. اما تصمیم گرفته شد که بخش سوم دوره مقدماتی هم دوباره در کشور ترکیه در شهر آنتالیا برگزار بشه و در اینجا بود که شاهد حضور خانم میترا در هیئت داوران بودیم. این افتخار رو دارم که یکی از اعضای هیئت جوری در چهارمین مرحله از مسابقات رقص تیمی پرژیا باشم. رقص رو حدوداً بالای 10 ساله به صورت حرفه‌ای تدریس می‌کنم. موزیک واقعاً من رو هیجان زده می‌کنه. در کشور ترکیه، شهر آنتالیا، این شور، عشق و هیجانی که در ملت خودم، ایرانیای عزیز که واقعاً همه هنردوست و هنرپرور هستن، چرا که نه؟ واقعاً ما در زمینه ادبیات و هنر زمانی حرف اول می‌زدیم، چرا که در رقص نباشه؟ اگه
اما طوفان هم از کسانی بود که مرحله نهایی راه پیدا کرده بود، اما به خاطر دلایل شخصی نتونسته بود خودش رو به مرحله نهایی برسونه. جالب اینجا بود که افرادی که در بخش اول دوره مقدماتی شرکت کرده بودند و نتونسته بودند به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند، پس از تمرین‌های بسیار زیاد برای بار دوم شانس خودشون رو امتحان کردند. و در نهایت 7 نفر تونستن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنن. تعجب نکنی که چرا اینقدر راحت نشستم. جای شما خالی در سواحل زیبای آنتالیا کنار دریای مدیترانه. میبینین که چقدر رنگ گرفتم. داریم چهارمین دوره مسابقه رقص تیوی پرژیا رو اجرا میکنیم. تو این دوره همه جور داشتیم، از بچه 6 ساله تا 50-60 ساله. دیگه بزرگا رو نمیشه سنشون رو پرسید. تقریبا 1 ماه ما اینجا هستیم، با هم زندگی کردیم، با اخلاقای هم آشنا شدیم. واقعا همشون انگار بچه های منن. مهم این نیست که کی اول میشه، مهم اینه که دوست دارن برن. در اینجا هر کدوم از رقصنده‌ها 2 رقص انجام دادن و پس از صحبت‌های زیاد داوران تصمیم گرفتن که هر 7 نفر رو به مرحله بعدی راه بدن، تا این شما عزیزان باشید که بتونید برنده این دور از مسابقات رو تعیین کنید. مهم اینه که این برنامه انقدر گیرا بوده که همه رو جذب کرده و از هر کجای ایران، از جنوب، از شمال، از تبریز، از همه جای ایران جذب این برنامه شدن و شرکت کردن. تا اینجاشو ما رفتیم جلو، حدود 7 نفر به فینال رسیدن و از اینجا به بعد دیگه نظر شما هم خیلی برامون مهمه که ببینین کدوم یکی از این فینالیستای ما امسال اول میشه. میدونین تو زندگی چی مهمه؟ رقص. برای من که اینجوری بوده، امیدوارم برای شما هم اینجوری باشه. حالا بچه ها از اول دست. در فینال اتفاقات جالبی رخ داد. اینکه برای اولین بار بود که فاصله سنی شرکت کننده ها با هم کاملا متفاوت بود و این برای اولین بار بود که یک دختر 6 ساله به عنوان جوانترین شرکت کننده فینال این مسابقات انتخاب شد. خوشبختانه پرستو هم که نتونسته بود به دلیل عدم دریافت ویزا خودش رو به مرحله نیمه نهایی برسونه، بالاخره با سعی فراوان تونست در مرحله نهایی حضور پیدا کنه. پاچه با من درست کن.
اگه بگم راست چپ حاضر چپ راست چپ راست چپ راست چپ بیا بالا مثل رجه آب آب تو سینه. به فینال چهارمین دوره مسابقه رقص تی وی پرژیا خوش آمدید. در این مرحله بچه ها پس از انجام رقص های محلی و استان های کشورمون با سرود زیبای ای ایران هنرنمایی کنند. بعد از اون نوبت به اجراها رسید و هر کسی سعی داشت به بهترین نحو رقص خودش رو به نمایش بذاره. و در نهایت این شما عزیزان بودید که با ارسال پیامک برنده این دور از مسابقات رو مشخص کردید. اما در مجموع 2,558,885 پیامک دریافت شد. مهراد
امی. پرستو. آرش. شمیم. پریا. و محمد رضا. اما نفر هفتم این دور از مسابقات با دریافت 50790 پیامک، یعنی 2% کل آرا، نفر ششم این دور از مسابقات با دریافت 53658 رای، یعنی 2% کل آرا، نفر پنجم با دریافت 125298 رای، یعنی 5% کل آرا، اما نفر چهارم این دور از مسابقات با دریافت 218986 رای، یعنی 9% کل آرا، و اما نفر سوم با دریافت 369452 رای، یعنی 14% کل آرا، نرمه نرمه.